ببینید همین که من صادقانه بهشون گفتم نیومدم که این جایزه رو دریافت کنم، بلکه اومدم بگم جایزه دادن بس اگر اقدام عملی پشتش نباشه، و براشون مثال زدم که خب من 7 ماه پیش کنار آقای زلنسکی جایزه گرفتم، چه اتفاقی افتاد؟ همه حمایت هایی که غرب و جامعه جهانی به اوکراین کرد باید به مردم ایران میکرد، چون نباید بگیم خب در اوکراین جنگ ولی در ایران نیست، وقتی که خامنه ای داره در جنگ اوکراین پهپادها رو میفرسته برای پوتین، این به معنی اینکه خامنه ای هم به اندازه پوتین یک خطر برای جامعه جهانی محسوب میشه. بنابراین از دیدگاه من این انقلابی که به اسم انقلاب زنان در جهان معروف شده باید فرصتی باشه که ما جامعه جهانی رو صادقانه میگم شرمسار بکنیم. جایزه به چه درد ما میخوره؟ وقتی همین الان متحدان آمریکا در کشورهای اروپایی حاضر نیستن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن، وقتی که همین امشب من گفتم موبایلاتون رو ببرید بالا، از رهبرانتون بخواین که همین الان متوقف بکنن اعدام 3 مرد رو در دل ایران، برای اینکه این 3 نفر وقتی اعدام بشن تازه رهبران جهان میان محکوم میکنن. بنابراین من فکر میکنم چنین فضایی که خب سناتورهای زیادی اینجا حضور داشتن میتونه فرصتی بده به ما که به غرب بگیم شما چه بگید رژیم چنج، چون از کلمه رژیم چنج هراسانن دیگه، چه کمکمون بکنید چه نکنید، ما که از شر این حکومت خلاص میشیم، ولی در نهایت تاریخ شما رو قضاوت خواهد کرد.